تحقق مطالبات معلمان در گرو مبارزه سراسری و متحدانه در روزهای اخیر خبری مبنی بر فراخان کانون سنفی معلمان ایران و دعوت این کانون از معلمان کشور به خودداری از رفتن به سر کلاس‌های درس در روزهای سهشنبه و چهارشنبه سیوم دیما و اول بهمن در اعتراض به وضعیت معیشت و پایین بودن حقوق معلمان و اصلاح نظام حقوقی در سطح بسیاری از مدارس کشور پخش کردید اما به دنبال پخش این خبر در برخی از مدارس کانون معلمان همدان طی اطلاعیه اعلام کرد که این خبر ارتباطی با کانونهای سنفی معلمان ندارد و چنین تصمیمی از طرف کانونهای سنفی معلمان سراسر کشور اتخاذ نگردید است. در حالی که برخی دیگر از کانونهای سنفی معلمان در شهرستانها از جمله کانون فرهنگیان شیراز اطلاعی که کانون معلمان همدان را باز تکثیر کردند اما شورای مرکزی کانون سنفی معلمان ایران عکسالعملی از خود نشان نداد از همین رو از همان ابتدا تردید و دودلی و تفرقه در رابطه با پاسخگوی بین فراخان در میان کانونهای سنفی معلمان در سطح کشور شکل گرفت. این اولین باری نیست که کانون سنفی معلمان ایران با تزلزل و دودلی و رفتار محافظ کارانه در دفاع از خواسته سنفی معلمان و در قبال دولت جمهوری اسلامی موجبات تفرقه در صفوف معلمان حق طلب را فراهم می آورد. با این حال از آنجا که خواستهای مطرح شده ریشه در وضعیت واقعی زندگی معلمان دارد بنا به اخبار رسیده در بسیاری از شهرها از جمله اسلام شهر، رباط کریم، شهر قدس کرج، شهریار، شیراز، شاهرود و شهرهای استان کردستان شامل بانه، سقز، سنندج و مریوان معلمان از رفتن به کلاس درس خودداری کردند. در همین رابطه اتحادیه سنفی معلمان کردستان طی اطلاعی از معلمان کردستان خواست در روزهای سه شنبه و چهار شنبه از حضور در کلاسهای درس خودداری نمایند. در اطلاعیه اتحادیه معلمان کردستان ضمن تاکید بر خواستهای معلمان در رابطه با سطح حقوق و اصلاح سیستم اداری بر پایان دادن به فضای امنیتی در مدارس کردستان و عدم تبعیض و احترام به فرهنگ فرهنگیان و زبان ملیت ها تأکید گذاشته شده و از همه خانواده های دانش آموزان خواستند تا در دو روز یاد شده از حقوق و مطالبات معلمان حمایت نمایند. در این فاصله دم و دستگاه های سرکوبگر و امنیتی رژیم تلاش کردند با احضار و تهدید به زندان و اخراج فعالین این عرصه و صدور دستورالعمل برای ادارات آموزش و پرورش مانع از بروز اعتصاب بشود در دستور عملی که روز 17 همه دیما از سوی اداره آموزش و پرورش پیرانشهر و احتمالا شهرستان های دیگر نیز به مدارس ارسال شده است معلمان تهدید شدند که در صورت شرکت در اعتصاب سراسری و یا تماس گرفتن با رسانه های خارج ام از کردی و فارسی در این رابطه بازداشت و اخراج خواهند شد. در بسیاری از شهرستان های کردستان معلمان و سایر کارکنان مدارس به فراخان اعتصاب پاسخ مثبت دادند. در مریوان تحسن خودجوش معلمان در روزهای سه شنبه و چهار شنبه در بسیاری از مدارس از جمله وحدت، شریعتی، شاهد، خمینی و کانیدینار از رفتن به سر کلاس ها خودداری کردند. علاوه بر آن صبح روز چهارشنبه اول بهمن ماه نیز حدود 500 نفر از معلمان مریوان در مقابل اداره آموزش و پرورش مریوان تجمع اعتراضی برپا کردند و طی بیانیه‌ای مجددا بر خواستهای خود تاکید نمودند روز سهشنبه سیوم دیما در شهر سنندج نیز اکثر معلمان و دبیران مدارس راهنمایی و دبیرستانهای سنندج در اعتراض به وضعیت معیشت و پایین بودن حقوقهایشان از رفتن به سر کلاس درس خودداری کردند معلمان به نوعی تحسن دست زده به طوری که علا رقم رفتن به مدرسه از حاضر شدن در سر کلاس ها خودداری کردند و با وجود دخالت نیروهای امنیتی حاضر به رفتن به سر کلاس ها نشدند. گزارش های دیگر از بعضی از شهرها از جمله سقز نیز حاکی از آن است که علیرغم اینکه تعدادی از معلمان در روزهای 28 و 29 دی ماه توسط دستگاه های امنیتی احضار شدند و آنها را تهدید نمودند که در صورت شرکت در اعتصاب با آنها برخورد خواهد شد تعداد زیادی از معلمان از رفتن به سر کلاس ها خودداری کردند از بوکان، مهاباد، پیران شهر نیز چنین گزارشاتی از خودداری معلمان از رفتن به سر کلاس ها پخش گردیده است. لازم به یادآوری است که روز 23 دی ماه معلمان کشور با تحویل توماری با 6000 امضا به مجلس رژیم نسبت به وضعیت معیشت زیر خط فقر خود اعتراض کرده بودند و همچنین تاکید کردند بیشتر معلمان در تامین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکل روبرو هستند آنها اعلام کرده بودند چنانچه به وضعیتشان رسیدگی نشود عزم دارند به مبارزه برای احقاق حق خود ادامه دهند معلمان شریف و آزاده ایران در طول چند دهه گذشته همیشه در زمره اقشار پیشرو و مبارزه جامعه نیز بودند آنها در راه احقاق حقوق خود هیچگاه ساکت ننشستند و نسبت به اجهافاتی که رژیم ها در حقشان روا می‌دارند تمکین نکردند. میزان حداقل دستمزد فرهنگیان که در سال جاری 600 هزار تومان تعیین شده است نه تنها کفاف هزینه زیست خانوادهشان را نمی کند، بلکه چهار مرتبه نیز زیر خط فقر می باشد. بنابراین معلمان حق دارند که در اعتراض به وضعیت زندگی ناملایمی که رژیم برای آنها ایجاد نموده است اعتصاب کند بنابراین لازم است دانش آموزان و خانواده هایشان و نیز همه کارگران و انسان های شریف و چپ و کمونیست از مبارزات معلمان برای احقاق حقوقشان حمایت و پشتیبانی نمایند معلمان زمانی می توانند با خیال راحت به ارتقای دانش و توانایی خود و دانش آموزان بپردازند که مشکل معیشتی نداشته باشند. طبقه کارگر مطالبات کارگران را در برنامه خود می گنجاند و از حقوق معلمان که خود بخشی از طبقه کارگر هستند که نیروی فکر و کار خود را می فروشند حمایت می کند. از طرف دیگر با وجود آنکه جمهوری اسلامی در حال حاضر در بحران مالی عمیق و همه دست و پا میزند اما به آسانی میتواند با اختصاص بخش کمی از همان بودجه کلانی که برای گسترش نیروهای سرکوبگر در مدسکاه تحمیق از جمله بیت رهبری و دیگر نهادها و کمک به جریانات ارتجاعی مانند حزب الله لبنان و رژیم اسد و سایر گروههای مرتجع و ت تروریست اسلامی و مفتخور تمین کرده است مشکل زندگی و معیشت معلمان کشور را حل نماید. این حق مردم ایران است که ثروت و سامانش برای رفاه و آسایش، تعلیم و تربیت و سلامت و بهداشتش هزینه شود. معلمان سرمایه معنوی مملکت و مردم آن هستند. آنها برای سالم زیستن و آزاد زیستن و سالم نگاه داشتن فضای آموزشی تا کنون در برابر رژیم های سرمایه داری هزینه زیادی پرداختند. معلمان که اکثریت آنها به زندگی کردن در پایین تر از خط فقر سوق داده شدن مطالبات سنفی و سیاسی بسیاری دارند که برای تحقق آنها به یک مبارزه سراسری و متحدانه و داشتن پیوند با جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیش رو اجتماعی و اتخاذ تاکتیک های فعالانه تر در مبارزه نیاز دارند.